در این فیلم میخوایم راجع به راهبردهای حل مسئله با هم صحبت بکنیم. بچه‌ها تو قسمت قبلی اگه مشاهده کرده باشید راجع به روش‌های حل کردن مسئله با هم صحبت کردیم و یه سری نکاتی رو گفتیم که خیلی واجبه هممون بدونیم. بنابراین اگر قسمت قبلی رو ندیدید پیشنهاد می‌کنم حتما قسمت قبلی رو ببینید، بعداً بیایم سراغ راهبردهای حل مسئله. اشاره کردیم، گفتیم که اگر بخوایم یه مسئله رو حل بکنیم انتخاب یک راهبرد مناسب بسیار واجبه. یعنی تنها نکته‌ای که خیلی اساسی و سرنوشت ساز روی حل کردن مسئله انتخاب راهبردمونه. ما مسائل بسیار متنوعی رو می‌بینیم، با خیلی از مسائل مواجه میشیم که نمیدونیم چجوری باید اینا رو حل کرد. خیلی از مسائل رو میبینیم که نمیدونیم از کجا باید شروع بکنیم، با چه راهی میشه این مسئله رو حل کرد. اینجا میخوایم به این مسئله بپردازیم و بتونیم برای خودمون یه بررسی بکنیم و حتی سوالم حل میکنیم تا یه خورده مسلط‌تر بشیم. اما یه چیز رو بدونیم قبل از این که حالا وارد مسائل بشیم، بچه ها انتخاب یه راهبرد مناسب خیلی خیلی وابسته است به اینکه دانش ما چقدر از قبل وجود داره و چقدر میتونیم اینو استفاده بکنیم. به نوعی تجربه ما اینجا خیلی نقش اساسی رو بازی میکنه. اینو میخوام بگم، اگر ما تو این قسمت، تو این فصل کلن مسئله زیاد حل بکنیم، راهبردها برامون شفافتر میشه. حالا من وسط اسلاید که براتون آوردم اشاره میکنم کجاها میتونه این تجربه کمکمون بکنه. کامل دقت بکنید، دونه به دونه راهبردها رو میخوایم با هم بررسی بکنیم. 8 تا راهبرد مطرح شده، هر 8 تا راهبرد رو کامل مورد بررسی قرار میدیم، روش مسئله حل میکنیم و روش انشالله مسلط هم خواهیم شد. بریم راهبرد اول رو نگاه کنیم. راهبرد رسم شکل، کشیدن یک شکل مناسب میتواند به حل مسئله کمک کند یا به طور کامل آن را حل کند، به طوری که نیازی به نوشتن عملیات و محاسبه نباشد. منظور از رسم شکل کشیدن نقاشی نیست، بلکه باید از شکل‌های ساده استفاده کرد. خب بچه‌ها خیلی نکته اساسی رو داره میگه. میگه بعضی مسئله ها رو میتونیم با رسم شکل حل بکنیم، اما یه اتفاقی که میفته، بعضی از بچه‌هاش رسم شکل رو با نقاشی اشتباه میکنن. یعنی یک مسئله مطرح شده، الان شروع میکنیم به حل مسئله، دانش آموز حالا میخواد از راهبرد رسم شکل کمک بگیره، تو ذهن خودش میگه خب باید شکل بکشم، اما خیلی خودش رو درگیر شکل و نقاشی میکنه. ببینید رسم شکل منظورش نقاشی کشیدن نیست، استفاده از شکل برای حل کردن مسئله. یه نکته اساسی اینجا وجود داره، وقتی که میخوای از راهبرد رسم شکل کمک بگیری از خودت بپرس آیا این شکلی که دارم میکشم کمکم میکنه؟ این خیلی مهمه. بچه ها معمولا شروع میکنن به رسم شکل اما نمیدونن خب این شکل رو کشیدم، خب چه اتفاقی میخواد بیفته، چه استفاده ای میخوام ازش بکنم، آیا اصلا میتونه کمکم بکنه. حواسمون باشه ما شکل که میکشیم باید ازش استفاده بکنیم. پس الان نگاه بکنید، میریم سراغ یه مسئله، میخواییم با راهبرد رسم شکل کمک بگیریم که شروع کنیم به حل کردن مسئله و رسیدن به پاسخ صحیح. نگاه بکنید چجوری باید رسم شکل رو انجام داد. سوال: توپی از ارتفاع 40 متری سطح زمین رها می شود و پس از زمین خوردن نصف ارتفاع قبلی خود بالا می آید. این توپ از لحظه رها شدن تا چهارمین مرتبه ای که به زمین می خورد چند متر حرکت کرده است؟ خب اول از همه چیز که گفتم برید فیلم قبلی رو مشاهده بکنید، حل کردن مسئله یه قواعدی داره. اولیش چیه؟ اینکه مسئله رو خوب بفهمیم، خوب متوجه بشیم. خود فهمیدن مسئله یه سری گام ها داره، یه سری اتفاقات باید تو ذهن ما بیفته. الان مرور میکنیم، تمرین میکنیم. گفته بودیم وقتی میخوایم مسئله رو بفهمیم، یکیش اینه اطلاعات مسئله رو بهش توجه کنیم، حتی رو کاغذ بنویسیم. اگه کاغذ الان دم دستتون هست شروع بکنید، تمرین بکنید، همین الان با هم شروع کنیم به حل کردن. اطلاعاتی که مسئله داده رو یه گوشه می‌نویسیم برای خودمون، یه جا یادداشتش می‌کنیم. مثلا چه اطلاعاتی داده؟ گفته توپی از ارتفاع 40 متری سطح زمین رها می‌شود. یعنی الان توپ کجاست؟ این خیلی مهمه. ببین این اطلاعاته. توپ کجاست؟ آیا توپ رو زمینه؟ می‌خوام بندازیم تو ارتفاع 40 متری یا نه؟ توپ ارتفاع 40 متریه، میخواییم رهاش کنیم. مسئله میگه توپ در ارتفاع 40 متری قرار داره، میخواییم رهاش کنیم به سمت زمین. این یه اطلاعاته، این خیلی مهمه. ادامه مسئله:
پس از زمین خوردن نصف ارتفاع قبلی خود بالا می آید. این بسیار مهمه، اطلاعاتی که خیلی واسه ما اهمیت داره. بدونیم هر باری که زمین میخوره نصف ارتفاع قبلی بیشتر بالا نمیاد، تا نصف میاد بالا. دوباره زمین میخوره نصف ارتفاع قبلی خودش، دوباره زمین میخوره نصف ارتفاع قبلی. و اطلاعات آخری که به ما داده میگه که این توپ از لحظه رها شدن تا چهارمین مرتبه، یعنی بدونیم ما هدفمون چیه، دفعه اول نه، دوم نه، سوم نه، چهارم، تا قبل از اینکه چهارمین بار توپ به زمین بخوره. خب و خواسته مسئله همینجا مطرح میشه، میگه تا قبل از چهارمین مرتبه چند متر حرکت کرده. یعنی چی رو میخواد بچه ها از ما؟ میگه این توپه بالا بوده، رها شده، خورده زمین، اومده بالا، خورده زمین، اومده بالا، حالا با این اطلاعاتی که داریم نصف ارتفاع میاد بالا، خورده. میگه این مسیری که طی کرده کلن توپ چقدر حرکت کرده. خیلی از بچه ها اگه مسئله رو خوب متوجه نشن فکر کنن اون آخرین مرحله رو داره میگه، میگه این ارتفاع چقدر بوده. نه، مسئله داره میگه از اول که رها شده چقدر این توپ به حرکت کرده، چه مسیری رو طی کرده. حالا بریم سراغ حل مسئله. بچه ها انتخاب راهبرد ما چیه؟ همین الان من توضیح داشتم میدادم، خودتون متوجه شدید خیلی اصرار داشتم از شکل، از تجسم کمک بگیرم. پس خیلی رسم شکل تو این مسئله میتونه کمک کنه. شکلشو نگاه بکنید. میگیم یه توپ، اینم زمین. توپ کجا قرار داره؟ ارتفاع 40 متری. ببینید؟ و اولین باری که میخوره همینجاست. من اگه توپو رها بکنم خورده زمین، برخورد اول، درست؟ 40 متر اومد پایین. برخورد اول رو باید تو شکلمون بنویسیم. خیلی از بچه ها شکلم میکشن اما این برخوردار اصلا واسه شون مهم نیست، اصلا تو ذهنشون نیست که آقا تعداد برخورد واسه ما مهمه. سوال گفته چهارمین برخورد. خب چیکار میکنیم؟ میگیم 40 متر اومد پایین، خورد زمین، چه اتفاقی میفته؟ کمک کنید خودتون، تو ذهن خودتون، نصف ارتفاع قبلی میاد بالا. یعنی کجا میاد؟ یعنی 20 متر میاد بالا. نصف 40 میشه 20، درسته؟ یه چیز دیگه بگم، خیلی از بچه ها میگن آقا تو رسم شکل اینه که باید کمکمون بکنه. میگه آقا توپ خورده زمین، تو شکل کشیدنش هم این کارو میکنه، 40 تا میاد پایین، 20 تا همینجا میره بالا. ببینید اگه من بخوام همه شکلمو همینجا بکشم، خودم دیگه نمیتونم تشخیص بدم چه اتفاقی افتاد. آخر که شکلم تموم میشه خودم اصلا مبهم میمونم که آقا اصلا چی شد، چقدر رفت جلو، چقدر بالا پایین شد. پس بنابراین هر مرحله رو جدا جدا کنیم. اینو کسی به ما نمیگه ها، این تجربه ماست. این شکل کشیدن نقاشی نیست، یه دایره شما میکشی با یه خط، هیچ چی دیگه نمیخواد. فقط باید بدونی که چه اتفاقی داره میفته. شکل باید کمکمون بکنه. 40 تا خورد زمین، 40 تا اومد پایین، خورد زمین، 20 تا رفت بالا، دوباره 20 تا میاد پایین، برخورد دوم. خیلی از بچه ها اشتباه میکنن. اینجا میگه 20 تا رفته بالا، چقدر میاد پایین؟ میگه نصف ارتفاع قبلی. دقت بکنیم، 20 تا توپ رفته بالا، خب رفته تا ارتفاع 20 متری، جاذبه زمین اصلا حکم میکنه که چی؟ توپ بیاد پایین، تا آخر بیاد پایین. 20 تا رفته بالا، 20 تا میاد پایین. مثلا همینو اصلا بحث خاصی رو مطرح نکرده، رفته بالا 20 تا اومده پایین. وقتی میخوره زمین نصف ارتفاع قبلی میاد بالا. حالا در اتفاق بعدی که میفته چیه؟ 10 متر میره بالا، یعنی نصف 20. و بعدش چقدر میاد پایین؟ 10 تا میاد پایین، برخورد سوم. بعد چه اتفاقی میفته؟ 5 تا میره بالا، نصف ارتفاع قبلی، و در آخر 5 تا میاد پایین، برخورد چهارم. مسئله از ما چی میخواد؟ میگه این مسیری که طی کرده تا قبل از برخورد چهارم، یعنی دقیقا تا همین لحظه آخر، چقدر طی کرده این توپ، چه مسیر رو طی کرده. خب خیلی واسه ما مشخص شد، شکل کشیدن کامل کمکمون کرد. پس یادمون باشه شکل باید کمکمون کنه تا ما بتونیم از راهبرد رسم شکل کمک بگیریم. خب میگیم 40 تا، 20 تا، 20 تا، 10 تا، 10 تا، 5 تا، 5 تا میشه چی؟ 40 به اضافه 20 به اضافه 20 به اضافه 10 به اضافه 10 به اضافه 5 به اضافه 5 برابر با 110. یعنی 110 متر این توپ مسیر رو طی کرده. این کمک گرفتن از یه شکل بود برای حل مسئله. یه نمونه ای از راهبرد رسم شکل بود. من به همین مسئله اکتفا میکنم چون باید بپردازیم به راهبردهای بعدی. فقط یه نکته بهتون بگم. ببینید وقتی میگم تجربه، اول فیلم گفتم، ببینید
این توپو الان یاد گرفتیم، وقتی میگه توپ رها شد یعنی از رسم شکل برو، وقتی میگه توپو از پایین انداختم تا ارتفاع 40 متری چه اتفاقی میفته، چه فرقی با این مسئله میکنه؟ تنها فرقی که میکنه اینه توپ اون وقت پایینه. اگه مسئله جدیدو مطرح بکنیم، توپ پایینه، 40 تا میندازی بالا، 40 تا میاد پایین، یعنی یه فلش 40 تایی بهش اضافه میشه. اینا دیگه باید تو ذهنمون باشه، اینا دیگه تجربیاتیه که فقط و فقط با حل کردن تعداد زیادی سوال میتونه نصیب ما باشه. پس اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم. حالا فرض کنید من دو تا نمونه سوال و شفاهی دارم بهتون میگم، تو ذهنتون بسپرید تا بعدن بیشتر بهش بپردازیم. بعضی مسئله ها میگه آقا مثلا فرض کنید یک موجودی، مثلا فرض کنید یک قورباغه که جهش میکنه، مثلا 3 متر میره جلو، 2 متر دوباره جهش میکنه عقب، دوباره 3 متر میره جلو، 2 متر جهش میکنه عقب، 3 متر میره جلو، اینطوری. و بعد میگه حالا چه مسیری و اینا، یه شرایط خاصی میذاره. دقیقاً این تیپ سوال باید ما رو یاد همین رسم شکل بندازه. عین توپی که خورد زمین نصفش اومد بالا، اونم فرض کنی حالا 3 متر میره جلو شکل رسم میکنیم، 2 متر میاد عقب، 3 متر میره جلو. یعنی تیپ سوال دیگه، این دانش، دانش تجربیه دیگه، کسی نباید انتظار داشته باشیم سوال به ما بگه. همین اطلاعاتیه که باید کمک بکنه ما رو برای استفاده از راهبرد رسم شکل. بریم سراغ راهبرد بعدی، راهبرد الگو سازی. برای حل بعضی از مسئله ها باید همه حالت‌های ممکن را نوشت. برای اینکه حالتی از قلم نیفتد، لازم است آنها را با نظم و ترتیبی مشخص در یک جدول قرار دهیم تا بتوانیم الگویی را از دل آنها کشف کنیم. خب ببینید، نگاه کنید، من یه توضیح کوتاه بدم. الگو یعنی چی؟ الگو میشه یک رابطه منظم. خب وقتی میگه الگو سازی، داره میگه یه رابطه منظم رو بساز. چه جوری؟ بیشتر این اتفاق توی حد زدن‌های ما میفته. بعضی از مسئله ها رو حالا میرسیم سر راهبرد حدس و آزمایش، اونجا مفصل بیان میکنیم. بعضی از مسئله نیاز به راه حل خاصی هم نداره، باید حدس بزنیم. حالا الان مثال هم بیان میکنیم. اما اینجا میگه اگر هم میخواهی حدس بزنی، حدس زدنت منظم باشه. چرا؟ چون شاید یه الگوی از توش در اومد. الگو سازی میگه شاید تو این حد زدنات دیدید چه اتفاق منظمی داره میفته، پس من اینو یه الگوش بکنم. چه جوری؟ بریم سراغ حل مسئله. میگه تعداد زیادی سکه 100 و 200 تومانی داریم، به چند طریق میتوان 1000 تومان را تهیه کرد؟ خب این مسئله کاملا الان ما میخوایم با حدس و آزمایش بریم جلو، یعنی حدس بزنیم، اصلا راه حل نمیخوایم خیلی واسش بنویسیم. اتفاقی که میفته چیه؟ ما یه جدول میکشیم. جدولمون شامل چی باشه؟ بچه قشنگ دقت کنین، جدولی که میخوایم واسه این بکشیم، خیلی از بچه‌ها این سوالو میپرسن، میگن آقا من جدول میخوام بکشم، میخوام حالا حدس بزنم. من تو راهبرد حدس و آزمایش هم اینو براتون مجدد توضیح میدم. جدولمون چه ستون‌هایی رو داشته باشه؟ چند تا ستون داشته باشه اصلا؟ بچه‌ها دقت کنین، دو دسته داریم: ستون‌ها یا اطلاعات مثلا، یا اون چیزی که مسئله از ما خواسته. یعنی همه اینا رو ما باید یه جا تو جدولمون داشته باشیم. الان چی داریم؟ میگه تعداد زیادی سکه 100 تومانی، پس یه ستونم باید سکه 100 تومانی باشه. سکه 200 تومانی هم داریم، یه ستونم سکه 200 تومانی. در آخر میگه به چند طریق میتوان 1000 تومان تهیه کرد، یه ستونم هم باید این 1000 رو نشون بده. جدول نگاه کنید، میگیم سکه 100 تومانی، سکه 200 تومانی مجموع. چرا مجموع؟ چون میگه ما میخوایم این پولا رو هم که جمع کردیم بشه 1000 تومان. سکه 100 تومانی به ما داده، 200 تومانی هم داده، میگه 1000 تومان به من بده. یعنی جمع این پولایی که میخوای به من برای من تهیه بکنی بشه 1000 تومان. درست شد؟ پس جدول کشیدن هم خیلی مهمه. خیلی از بچه سوالشون اینه آقا ما چه جوری جدول بکشیم؟ چند تا ستون داشته باشه؟ دقت کنید، یه دسته اطلاعاتی که مسئله داده، یه دستم اون چیزی که مسئله از ما میخواد. این اتفاق باید تو جدولتون بیفته. اما حالا شروع میکنیم به حدس زدن. هیچ کار خاصی نمیخوایم بکنیم، میخوایم حدس بزنیم. اما حدس زدن ما باید منظم باشه. چجوری منظم باشه؟ تو حدس زدناتون یه عدد رو پایین پایین انتخاب بکنید و یه عدد دیگه خودش به دست میاد. الان نگاه کنید، مثلا من تصمیم میگیرم سکه 100 تومانی اصلا نداشته باشم، صفر. الان من میخوام چیکار بکنم؟ مسئله رو اگه خوب متوجه شده باشیم، میگه آقا سکه 100 تومانی و 200 تومانی در اختیارت، فقط به من 1000 تومان بده. یکی میگه اصلا من به تو 100 تومانی نمیدم، هیچی 100 تومانی نمیدم. چند تا 200 تومانی باید بده بچه؟ 5 تا 200 تومانی، درسته؟ 5 تا 200 تومان میشه چقدر؟ 1000 تومان، درست؟ این حدس اولمون، حدس زدیم.
اما حدسمون رو منظم میخوایم بزنیم. حدس دوم ما چی باشه؟ میگیم چند تا صد تومانی. یکی میاد میگه آقا 7 تا صد تومانی مثلا، ببینیم چه اتفاقی میفته. اما برام ببینیم حالا هر چی که شد شد. نه، حدس زدنمون منظم باشه. وقتی شما اینو صفر گرفتی، منظم از کوچیک شروع کن به افزایش عددت، از اعداد کوچیک شروع کن به اعداد بزرگ. مثلا بعدیش چی میشه؟ یه دونه صد تومانی. حالا ذهنمون یه بررسی بکنه، اگه یه دونه 100 تومانی داشته باشیم که میشه 100 تومن، چقدر باید تهیه بکنیم تا بشه 1000 تومن؟ 900 تومن دیگه باید تهیه بکنیم. سوال، آیا 900 تومن رو میشه با 200 تومن جور کرد؟ مثلا بگیم 4 تا 200 تومن، خب میشه 800 تومن. 5 تا 200 تومن میشه 1000 تومن. اصلا 900 تومن نمیشه جور کرد. پس عدد 1 اینجا قرار نمیگیره. عددی چه قرار میگیره؟ 2. یعنی من دارم از صفر شروع میکنم. صفر، یک، دو. یک نشد، الان دو. دو تا صد تومانی میشه چقدر؟ میشه 200 تومن. خب چقدر میمونه از 1000 تومن؟ 200 تومن کم بشه 800 تومن میمونه. چند تا 200 تومانی؟ 4 تا 200 تومانی میشه 800 تومن. درسته؟ 4 تا 200 تومانی 800 تومن، با 2 تا 200 تومن، با 2 تا 100 تومانی میشه 200 تومن. 800 و 200 میشه 1000. میگه آقا یه روش اینه که اصلا بهت 100 تومانی ندم، 5 تا 200 تومانی بدم. یه روش اینه که 2 تا 100 تومانی بدم، 4 تا 200 تومانی بدم. عدد بعدی خودتون حدس بزنید. میای میگی 3 تا 100 تومانی، اینو داری همینطوری اضافه میکنی. یعنی با 3 تا 100 تومانی میشه 300 تومان. پولی که میمونه چقدر؟ 700 تومان. 700 تومان نمیتونی با 200 تومان براش جور بکنی. پس 3 هم اینجا قرار نمیگیره. عدد بعدی چیه؟ 4. 4 تا 100 تومانی میشه 400 تومان. چقدر میمونه تا 1000 تومان؟ 600 تومان میمونه. 600 تومان میشه چند تا 200 تومانی؟ 3 تا 200 تومانی. درسته که جمعش هم میشه 1000. خب ببینیم، ما همینطوری داریم حدس میزنیم، اما منظم داریم حدس میزنیم. چه اتفاقی میفته؟ جدول نگاه کنید. سکه های 100 تومانی 0 2 4، سکه های 200 تومانی 5 4 3. درسته؟ الگو نداره به نظرتون؟ تو ذهنتون چه اتفاقی داره میفته؟ 1. اینجا سکه 100 تومانی اولا عدد فرد نمیتونه باشه، این اولین چیزی که تو ذهنمونه. و بعدش چه اتفاقی افتاده؟ دو تا دو تا داره میره بالا، اضافه داره میشه. 0 2 4 بعدی چیه؟ 6. و اینجا 5 4 3 2 یکی یکی داره کم میشه. 6 تا 100 تومانی میشه 600 تومان. 2 تا 200 تومانی میشه 400 تومان. آیا 600 تومان و 400 تومان جمعش میشه 1000 تومان؟ بله. الگوش رو کشف کردیم، الگو ساختیم. درسته؟ بعدی میشه چی؟ 0 2 4 6 8 و این 5 4 3 2 1. حالا یه تست بکنیم ببینیم میشه. یه 8 تا 100 تومانی میشه 800 تومان، یه دونه 200 تومانی هم میشه 200 تومان. 800 با 200 میشه چقدر؟ میشه 1000 تومان. و در آخر 10 تا 100 تومانی، دو تا به این اضافه کردم و یه دونه هم از این باید کم کنم، 0 تا 100 تومانی، 10 تا 100 تومانی هم میشه 1000 تومان. و تونستیم تشخیص بدیم و مطمئنیم چیزی هم از قلم جا نیفتاد. درسته؟ چند روش شد؟ 1 2 3 4 5 6. پس 6 حالت وجود داره که ما بتونیم 1000 تومن رو تهیه بکنیم. من اینجا مثالی که براتون آوردم عددا عددای کوچیکی بود، میشد حدس زد و حالا به جواب رسید. بعضی موقع ها اعداد اعداد بزرگی میشه. مثلا اینجا به شما نمیگه 1000 تومن، میگه 10000 تومن. اون وقت شما با جدول 6 تایی سر و کار نداری که بگی خب آقا حالا مثلا من حدس میزنم. دیگه حتما واجب میشه الگو بسازی. یعنی شما 0 2 4 رو که حدس زدی، بعدش میگی خب 6 8 10 12 چا میدونی الگو داره و بعدش اینجا اعداد یکی یکی کم میشه. پس الگو سازی اینجا یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوای حدس بزنی منظم و با حساب شده، یعنی حساب شده حدس بزن، دارای یک الگو باشه، الگوش رو بساز.